درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون میهن، همچنین درود به جناب بهبهانی. من امیدوارم که بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوشی را گذرانده باشند و هفته خوشی دیگری در پیش داشته باشند. در هفته‌ای که گذشت بیشتر مسائل سیاسی تأثیر می‌ذاشت روی جریانات اقتصادی تا اینکه جریانات اقتصادی تأثیر بذاره به اقتصاد امریکا یا جهان. در اصل در هفته گذشته لیبر دیپارتمان یا وزارت کار اعلام کرد که چقدر شغل تولید شد در ماه گذشته و کمتر از اونی بود که ادارهای به اصطلاح شرکت های حسابداری اعلام کرده بودن و البته تعدادش بودش 138,000 نفر شغل جدید تولید شده در امریکا و خب نسبت به ماه قبل که بالای 200,000 نفر بود خب کمتر شده، ولی با این وجود بیکاری خیلی پایین رفته و نزدیک 4%، 4.3% الان درصده و خب این خیلی درصد پایین بیکاریه. حتی باید در نظر بگیریم که تمام نیروی کار در حال حاضر که میتونن در بازار کار باشن نیستن و معمولا چیزی در حدود، من درصدش الان دقیقا نمیدونم، ولی چیز در حدود 67-65% کسایی که میتونن شغل داشته باشن و کار بکنن کار میکنن. و خب یکی از اون ایرادایی که وجود داره اینه که این هستش و باید معمولا اشاره بهش میکنن که اون چقدر از نیروی کار شرکت میکنه واقعا در کار کردن، و هرچون درصد بالاتر بره خب مسلما بیکاری بیشتر میشه و میتونیم جزء بیکارا به حساب بیاریم برف از اون درصدی که در شغل شرکت نمیکنه داشتن شغل. درصد این اتفاق مهمی بود که در هفته گذشته افتاد و گزارش شد و همینطور عزیز فرمایید من امروز دیگه که سری بزنیم در حال حاضر به بازار سهام و ببینیم که من نمیدونم اینه من عزیز فرمایید شیر سکرین ستارت بند. همونجور مشاهده می‌فرمایید امروز در حال حاضر نفت نزدیک 46 دلار، 6 سنت کمتر 46 دلار، خب به طور قابل ملاحظه از 50 دلار بالای 50 دلار که بود پایین اومده و این اثر گسترده تمام شرکت‌های نفتی و به همین خاطر هم شرکت های نفتی در حاضر سهامشون پایین رفته به طور قابل ملاحظه. حتی امروز 21 سنت هر بشک نفت قیمتش بیشتر شده، ولی با این وجود هنوز هم زیر همون 46 دلاره، 45.94 سنت. خب این تأثیر قابل ملاحظه میذاره توی بازار سهام. اجازه فرمایید همونجور مشتنی فهمید در اینجا این داو جونز که 22 پوینت بالا رفته و نزدک 5.76 بالا رفته و S&P 500 هم 0.45% بالا رفته یا 0.02%. در اصل همه این ملاک هایی که وجود داره برای بازار سهام افزایش نشون میده، با این وجود که در حال حاضر کومی رئیس سابق FBI امریکا داره شهادت میده و البته بفهمید شهادت ایشون خیلی مهمه، صحبتایی که میکنه و دموکرات ها میخوان این صحبت ها رو بنیادی بذارن برای احتمالا استیضاح پرزیدنت ترامپ یا اینکه
از مقامات دولتی که داره بهشون مثلا اتهامات زده بشه، و در هر صورت این اقدامات که میشه از نظر سیاسی معمولا در بازار سهام خیلی تاثیر میذاره، ولی مشاهده میکنیم در حال حاضر چون هیچ صحبتی نشده که به طور جدی تهدید بکنه دولت پرزیدنت ترامپ رو، بنابراین ما میبینیم که تاثیر زیاد قابل ملاحظه گذاشته نشده توی بازار سهام، ولی معمولا در این مواقع بازار سهام پایین میاد، چون بازار سهام هیچ دوست نداره که تشنجات سیاسی وجود داشته باشه در کشور، و هر وقت تشنجات سیاسی پیش میاد اولین اثری که میذاره روی بازار سهامه و قیمتاشون معمولا به شدت پایین میره، و هرچی ثبات اقتصادی ثبات سیاسی بیشتر باشه بازار سهام که به اصطلاح یک ملاکیه برای اقتصاد کشور، ثبات بیشتر و تثبیت شده است نشون ثبات بیشتری خواهد داشت. در صورت ما مشاهده میکنیم که امروز این شهادت که کومی رئیس اف بی آی رئیس سابق اف بی آی داره میگه تاثیر قابل ملاحظه‌ای نذاشته روی بازار سهام، و هنوزم بازار سهام در حال افزایشه، به طوری که خب امروز داو جونز 22 پوینت بازم بالا رفته. بله، از اتفاقات مهم دیگه سیاسی که افتاد در هفته گذشته، البته یکی حمله به مردم لندن بوده توسط جهادی‌های اسلامی و کشته شدن تعدادی از مردم و همچنین زخمی شدن قابل ملاحظه. البته این باعث شده که نخست وزیر کنونی انگلستان ترسا می یک برنامه رو پیشنهاد بکنه که خیلی از این برنامه هایی که وجود داره برای به اصطلاح حفظ حقوق شهروندا که باعث شده سوء استفاده ازشون بشه و این اشخاص بتونن از آزادانه فعالیت بکنن و در نهایت اقدام به قتل مردم بکنن بدون اینکه هدف مشخصی رو دنبال بکنن و به طور کلی خود جامعه رو مورد هدف قرار میدن، بذارن که این جلو این اشخاص رو بگیرن و این محدودیت هایی خواهد بود برای آزادی های فردی به احتمال زیاد. البته اتفاق دیگه که این هفته خواهد افتاد اینه که انتخابات در انگلستان انتخابات هستش و احتمالا تریسا می حزب محافظه‌کار بیشتر رأی خواهد آورد، ولی اون اکثریت بزرگی اکثریتی که حزب محافظه‌کار خواهد داشت در مجلس اهمیت قابل ملاحظه‌ای داره، و این به خاطر همینطور به خاطر این عملیات تروریستی که اتفاق میفته پی در پی در لندن که خب قبلیش در منچستر قبلیش در یک شهر دیگه بود و بعدا هم بلافاصله فاصله یک هفته در لندن اتفاق افتاد، اینها بیشتر مردم انگلستان رو به سوی دولتی میبره که بتونن امنیت مردم رو تامین بکنن و جلوی این فعالیت های اسلامی های جهادی رو بگیره. البته ما پی خواهیم بردش که تا هفته آینده که چه وضعیتی مجلس انگلستان پیدا خواهد کرد و چقدر تریسا می بیشتر رای خواهد آورد حزبش تا حزب کارگر که معمولا در حال حزب کارگر انگلستان به شدت تضعیف شده. امیدی هم نیست که وضعش بهتر بشه. بله، البته در هفته گذشته اتفاق دیگه ای هم که افتاد از سیاسی که
حمله به ترامپ ادامه داره از طرف مطبوعات و هالیوود و به طور کلی اون طبقه حاکمه پیشینی که اوباما رو به اصطلاح پشتیبانی میکردن. و اتفاقی که افتاد این بود که تصویری از سر ترامپ که بریده شده بود نشون داده شد توسط یکی از کمدین‌ها. خب یا واکنش خیلی شدید نسبت به این موضوع پیش اومد، شون هم مجبور شد معذرت بخواد، ولی در اصل نشون میده که این اتفاق که چقدر این شکافی که افتاده بین مردم، بین هالیوود و مطبوعات و دولت کنونی امریکا چقدر عمیقه و چه نفرتی درش وجود داره. در صورت این چیزی بود که نشون میده چقدر در حال حاضر اختلافات سیاسی در امریکا بیشتر از اونی که معمولا در خارج تصور میکنن وجود داره، و اون انسجام سیاسی که ما تصور میکردیم امریکا داره میبینیم که آنچنان هم نیستش، و این شکاف خیلی قابل ملاحظه وجود داره و دو طرف حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه چه فاصله از همدیگه دارن میگیرن، فاصله که پیش از این به این شکل دیده نمیشده. معمولا خیلی مواقع اینها هم نزدیک میشدن کاملا. البته در حال حاضر بیشتر اتهاماتی که زده میشه به ترامپ که از حزب جمهوری خواهه اینه که با اطرافیانش با روسیه همکاری های کردن و تمام این جلسات ویژه‌ای که سنا گذاشته و اون مشاور ویژه‌ای هم که تعیین شده که این موضوع رو تعقیب بکنه، برای اینکه ببینن که اطرافیان ترامپ چه ارتباطات خاصی با روسیه داشتن. البته ما باید توجه بکنیم که از نظر اقتصادی دموکرات ها خیلی وجه اشتراک دارن با روسیه، چون در روسیه اقتصاد توسط دولت کنترل میشه و برنامه ریزی میشه، و این کاری که دموکرات ها هم خیلی علاقمندن که در امریکا بکنن و اقتصاد رو برنامه ریزی بکنن و کنترل بکنن، همونطور که مشاهده کردیم که در دوران 8 سال حکومت اوباما چقدر این کار اجرا کرد و چه محدودیت های قابل ملاحظه برای صنایع پیش آورد. این از نظر اقتصادی نزدیکشون، ولی من شخصا نمیدونم تصور بکنم که حزب جمهوری خواه قاعدتا نباید هیچ ارتباطی با روسیه داشته باشه، چون از نظر ایدئولوژیک باش کاملا متفاوته و حزب جمهوری خواه معتقد به بخش خصوصیه، معتقد به آزادی صنعتگراست و معتقد به کوچک شدن دولت، نه بزرگ شدن دولت که دموکرات ها بهش اعتقاد دارن و همجور هر رژیم سوسیالیستی و کمونیستی بهش اعتقاد داره. بنابراین این مقدار تناقض وجود داره در این اتهامات که زده میشه، و در نهایت هدف این اتهامات، زدن این اتهامات هم اینه که دولت ترامپ و تونجه که میتونن ضعیفش بکنن، و این یک زمینی چینیه که طرز فکر مردم امریکا رو عوض بکنن، و در 4 سال آینده که انتخابات جدیدی خواهد بود ترامپ نتونه موفق بشه و همینجور در حال حاضر نتونه موفق بشه برنامه هایی که داره اجرا بکنه و که بیشتر جنبه اقتصادی داره برنامه هایی که ترامپ داره. خب یکیشون بهداشت عمومیه که بیشتر معتقد یه بخش خصوصی باید ادارش بکنه، برعکس دموکرات ها که معتقدن دولت باید ادارش بکنه. کم کردن مالیات هاست که اصولا دموکرات ها علاقه‌مندن که هی زیادش بکنن، ولی خب ایشون میخواد کمش بکنه. ولی خوب با ما نگاه بکنیم به اختلافی که بین دموکرات ها و ریپابلیکن ها وجود داره، جنبه اقتصادی داره و
می‌فرمایید؟ بله، بیشتر جنبه اقتصادی داره و این به طور خلاصه من ذکر کردم که چه اختلاف عمیقی وجود داره که در حال حاضر ما مشاهده میکنیم. بیشترین دموکرات‌ها به طور کلی در مجلس و سنا به هیچ وجه همکاری نمیکنن با ریپابلیکن‌ها برای به اصطلاح دوباره نوشتن برنامه اوباما کر یا این هلت کری که وجود داره، بیمه سلامتی و همجور درباره اینا رو همه چیه. مثلا برنامه های ترامپ اصولا همه متوقف شده و در جا میزنه و پیشرفتی نمیکنه به خاطر اینی که این اختلاف عقیده‌ای که از نظر اقتصادی وجود داره، از نظر پولی وجود داره که دولت باید همه چیز کنترل بکنه یا بخش قابل ملاحظه‌اش کنترل بکنه یا اینکه مردم کنترلش کنن و صنعتگرا کنترلش کنن. این وضعیتی که در حال حاضر وجود داره و این جنجال‌های سیاسی هم که ما مشاهده می‌کنیم مثل شهادت ترامپ امروز در سنا نتیجه در نهایت منجر میشه به اون جلوگیری کردن از برنامه‌های اقتصادی دولت ترامپ. البته در هفته گذشته گزارش‌های بیشتری درباره بحرانی که ونزوئلا با شروع هست داده شدش و چگونه دولت سوسیالیستی شیواز و به جمهور موجود در حال حاضر چجوری دموکراسی ونزوئلا از بین بردن و یعنی حقوق مردم رو در دست ازشون گرفتن و همینطور در کنار اون با دولتی کردن صنایع و بخش قابل ملاحظه‌شون و تقریباً اکثریتشون و همجور شروع کردن به درگیر شدن با شرکت‌های خارجی که در اونجا کار می‌کردن و مزاحمت ایجاد کردن براشون و که باعث شد اکثرشون فرار کردن رفتن و الان اقتصاد ونزوئلا تو روی ویران شده. یکی از ونزوئلای پیش از روی کار آمدن شیواز یکی از پیشرفته ترین کشورهای امریکای جنوبی بوده ولی در حال حاضر یکی از عقب افتاده ترینه و از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی هم با بحران بزرگی رویه و چون مردم به طور کلی تمام امکاناتشون رو از دست دادن برای تأثیر گذاشتن رو سیاست‌های دولت باعث شده که در 6 ماه گذشته هر روز تظاهرات خیابانی بکنن و تعداد قابل ملاحظه‌ای از مردم کشته شدن و تعداد قابل ملاحظه‌ای هم خب بیشتر از 1000 نفر هم دستگیر شدن. یه گزارش بود که در لس آنجلس تایم میشه مطالعهش بکنید اگه بخواید. همینطور در هفته گذشته تا اونجایی که برنامه‌های سوسیالیستی مربوطه بحث شده بود درباره این موضوع که مثلا بهداشت عمومی یا بیمه بهداشتی عمومی همگانی خب یک خواستی که دموکرات ها دارن که بهداشت همگانی رو ایجاد بکنن که همه مردم بتونن از استفاده بکنن ولی خب همه مردم نمیتونن، یه مقدار مساوی براش پرداخت نمیکنن چون از نظر اقتصادی فرق میکنه موقعیت مردم. ولی خب ریپابلیکن ها باش مخالف هستن و معتقدن که بهداشت همگانی یا سوسیالیستی منجر به محدود شدن امکانات میشه برای مردم و جیره بندی میشه بهداشت مانند هر چیز دیگه ای وقتی دست دولت میفته. ولی خب کالیفرنیا که اصولا یه دولت سوسیالیست داره در حال حاضر و هرچی تعداد
نمایندگان مجلس اسپانیشش زیادتر میشن، این برنامه سوسیالیستی بیشتری رو اجرا میکنه. به عنوان در حال حاضر وقتی که داره اوباماکر در حال حاضر دولت ترامپ تغییر میده و میخواد یه برنامه بهداشتی دیگه ای بذاره که بیشتر روی بخش خصوصی باشه تا دخالت دولت، به عنوان مثال در اوباماکر اگر کسی حقوقی دریافت میکرده و بیمه رو نمیخریده یک جریمه یک مالیات اضافی باید پرداخت میکرده، $1,000، $1,500 یا مثلا $2,000 به عنوان جریمه. و این یک علتی بوده که باعث میشده که خب مردم مجبور بشن که برن این بیمه رو بخرن، بیمه بهداشتی رو. ولی خب این از طرف طبق برنامه‌ای که ترامپ داده برداشته میشه، این جنبه اجباریش. وقتی از جنبه اجباری برداشته بشه خب مسلماً خیلی ها بیمه بهداشتی رو نمیخرن. وضعیت به این ترتیبه که این برنامه بیشتر به این علت گذاشته شده جوونا چون بیماری ندارن و معمولاً سالم هستن خب ریسک میکنن و بیمه بهداشتی نمیخرن. ولی خب اوباماکر این جوانایی که کار میکردن مجبورشون میکنه که بیمه بهداشتی بخرن و خرج بیمه بهداشت آدمای مسن بپردازن. از طرف دیگه طبق آماری که وجود داره آدمای مسن بیشترین ثروت در اختیار دارن تا نسبت به جوانان. خب البته جوانا شروع کردن تازه به کار کردن و همون ثروتی ندارن و این نظر غیر منصفانه میاد که ما جوانا رو وادار بکنیم که بیمه بهداشتی بخرن و خرج آدمای مسن‌تر بدن که خب از نظر مالی هم وضعشون خیلی بهتر از جواناست. و در صورت با تمام وجود این توضیحات که من دادم دولت کالیفرنیا میخواد یه بیمه همگانی ایجاد بکنه که طبق این گزارش که در اینجا داده شده خرج این دولت همگانی بیمه بهداشت همگانی $400 بیلیون در سال. البته ما میدونیم که بودجه دولت کالیفرنیا چیزی بین بالای $150 بیلیون اینجا یه چین رقمیه، دقیقا من رقمش به خاطر نمیارم. و خب این خرج قابل ملاحظه یه، اینا قانونم گذروندن که بیمه همگانی قانونی بشه، قانونش رو گذروندن ولی هنوز حساب نکردن که پولش از کجا میاد. ارشد از این نظری موضوع رو من مطرح میکنم که خب این قبلا هم ذکر کردم یک ششم اکانومی اقتصادی امریکا مربوط میشه به بهداشت مردم که دکترها، پرستارها و وسایل پزشکی و مریضا این پولش رو باید اونجا خرج بکنن. خب خیلی رقم قابل ملاحظه ایه و وقتی که دست دولت بیفته چنین رقمی خب طبق معمول با مشکلات خیلی زیادی مردم رو روبرو خواهند شد. ولی دولت کالیفرنیا در اثر در صورت دنبال این جریان هست یا کن نیست و میخوان بیمه بهداشت همگانی رو ایجاد بکنن، قانونش رو گذروندن ولی هنوز پولش پیدا نکردن که از کجا میخوان این پول بگیرن. و ذکر میکنن که این داوطلبانه است ولی به احتمال زیاد اجباری خواهد شد اگه بگذره. البته مسئله زیادی هستش، ممکنه به دادگاه کشیده بشه و بره به دادگاه و مردم اعتراض بکنن و دادگاه در نهایت در پاش تصمیم بگیره که اینا میتونن چه این کاری رو بکنن، مردم مجبور بکنن یا یه استیت میتونه این کار رو بکنه برخلاف سیاست های دولت مرکزی یا نمیتونه بکنه. خیلی چیزهای پیچیده‌ای هست که وجود داره ولی در اصل این نشون میده که صحبت در اینه که در کالیفرنیا چه میگذره. البته در هفته گذشته بازم اتفاق مهمی که افتاد این بود که
این قرارداد حفاظت از محیط زیست در پاریس گذشته بود، ترامپ اعلام کرد که امریکا ازش بیرون میاد. البته اوباما جزوش بود و امریکا رو برده بود بخشی از اون قرارداد جهانی کرده بود، ولی ترامپ تصمیم گرفت ازش بیاد بیرون و امریکا رو برده بیرون. و علت اساسیش هم علت اقتصادیه، برای اینکه خب امریکا بزرگترین اقتصاد جهانه و این حفاظت از محیط زیستم در به طور کلی بر این اساس بنا شده که توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی به محیط زیست صدمه میزنه و نتیجتا میخوایم این صدمه را نزنه باید از رشد صنایع به ترتیب جلوگیری بکنیم و بخشی از صنایع رو به طور کلی از این ببریم، بخشی از صنایع رو بیشتر گسترش بدیم، برف از صنایع زغال سنگ باید کاملا از بین بره و صنایع تولید برق از آفتاب یا از باد یا از بیشتر بشه. ولی خب ما میدونیم که این رینوبل انرژی قابل اعتماد نیستش و معمولا همیشه باد نمیاد و همیشه آفتاب در همه جا وجود نداره که انرژی تولید بشه. ولی خب پول قابل مبالغه خرج شده و اگه بر فرض کسانی در کالیفرنیا مسافرت بکنن به خارج شهر مشاهده میکنن که چقدر از این پروانه های تولید برق بادی وجود داره و همینطور چقدر از این صفحه هایی که انرژی از آفتاب تولید میکنه وجود داره، تقریبا میشه که مزرعه هستن. شما یه حرفه میبینید در افق 100 تا دکل هستش که پروانه روش داره میچرخه. البته اخیرا بیشتر این پروانه ها نمیچرخن چون نگهداری نشدن و برق قابل ملاحظه هم تولید نمیشه ازشون. ولی نکته اساسی در اینه که این کسانی که اون شرکت هایی که اینا رو ساختن و به اصطلاح ایجادشون کردن پولشون از دولت قبلا گرفتن و حالا اگه نگهداریش نمی کنن چون صرف نمی کنه برایش نظر اقتصادی اون بحث جداگانه ایه. ولی در صورت هست چنین چیزی در کالیفرنیا، خیلی هم پول خرج میشه روش و بیشترش هم رو مالیات دهنده ها میدن، یعنی کمک های سابسیدایز میشن، یه یاران هایی بهشون رسیده میشه. پس علت اساسی که ترامپ گفته من میام بیرون از این قرارداد بین المللی محیط زیست اینه که از نظر اقتصادی به امریکا خیلی صدمه میزنه یا از نظر ایشون خیلی صدمه میزنه. اجازه فرمایید در این نیم ساعتی که گذشت که نگاهی بکنیم به بازار سهام ببینیم در چه حالن، من این آپدیتش بکنم ببینم واقعا کار میکنه. بعد بعد هنوز بذارم من این به اشتراک بذارم دوباره. البته در آموزی نکرده در حال حاضر 32.86 داو جونز، ولی من یه کار دیگه هم باید اینجا بکنم به کامپیوتر. من به اشتراک بذارم با بینندگان گرامی. نزیر فرمایید همیزو مشت نمی فرمایید در حال حاضر داو جونز 32.36 بالا رفته و خب 21206 الان داو جونز ارزشش، و این من گمان میکنم یه رکورده، البته مطمئن نیستم ولی فکر نمی کنم اینقدر بوی باشه قبلا. و همینجور نزدک خیلی هم 0.24% بالا رفته، ولی خب بالای 6300 و S&P 500 هم
بازم خیلی اندک بالا رفته، 0.1% 1% رفته بالا. ولی در اصل با وجود این شهادتی که کمی در حال حاضر میده و ممکنه حرفی بزنه که اتهام باشه برای ترامپ که بلافاصله رو بازار سهام تاثیر میذاره، مشته میتونی تاثیر قابل ملاحظه‌ای نذاشته. از طرف دیگه ایزو بدیم من اینو اکسپندش بکنم داو جونز رو. بله، در اینجا ما میتونیم ببینیم که چقدر سهام معامله شده. به طور کلی 121 میلیون سهام معامله شده. از این 121 میلیون 60 میلیونش پایین رفته ارزششون و 61 میلیونشون بالا رفته و نسبت به 52 هفته گذشته رقم زیاد بزرگی نیست. 121 میلیون سهامی که معامله شده این نشون میده که به طور کلی همه منتظرن اصولا ببینن این شهادت هایی که کومی میده، رئیس اف بی آی سابق، چگونه خواهد بود و هیچ بامشلی توش وجود داره نه یه انفجاری توش میشه یا نمیشه. ولی ظاهرا تا حالا هیچ صحبت مهمی نشده، اتهام قابل ملاحظه زده نشده، تبیر از سیاسی تشنج قابل ملاحظه پیش نیومده. برای همین ما مشاهده میکنیم که بازار سهام ترمن راکده و زیاد فعالیت توش نیست، خرید فروش توش کمه. 121 میلیون معامله شدن شعر خیلی کمه معمولا نسبت به چیزی که معمولا هستش. بذار فهم یه نگاهی بکنیم به این صنایع مختلف، سهام های صنایع مختلف. این صنایع نفت، این لیستی که ملاحظه می‌فرمایید، یکی از شرکت های نفتی که ما تعقیبش میکنیم درآمد شرکت بی پی بریتیش پترولیوم، یه شرکت پیشه نفتی ایران انگلیسه که امروز خب 4 سنت بالا رفته نسبت به سابق، برای 35-46 برای خوب برای مناسب، زیاد پایین نرفته اصولا. این شرکت بی پی شرکت استیبلی، خیلی به ثابته و همونجوری که قبلا هم صحبت شده اجازه بفرمایید نگاهی بکنیم. سود سهام قابل خوبی هم میده، سود سهام 60 سنت در سال، ولی خب در هر یک چهارم سال یا ربع سال بعد 60 تقسیم بر 4 بکنیم و این 12.5 سنت تقریبا میده در هر کوارتر. البته با در نظر گرفتن تعداد سهامی که این داره که بالای بیلیون داره، بیلیون پول قابل ملاحظه میشه. و همینطور شرکت هایی که بیشتر کار تولید گاز هستن، برای بیشتر صدمه دیدن تو این جریان چون تولید گاز خیلی زیاده، برای با اینکه مصرف هر روز بیشتر میشه، به ویژه برای اینکه بیشتر کارخانه‌های برقی که در امریکا هستن و قبلا زغال سنگی بودن الان بیشتر دارن تبدیل میشن به گاز و خب برای اینکه راحت تره اصولا سوزوندن گاز تا زغال سنگ، هم کردنش آسون تره، تو لوله راحت میاد، ولی زغال سنگ خب باید با وسایل نقلیه بیارنش، با کامیون بیارنش. یعنی که شرکت های کارخانه برق ترجیح میدن که در حال حاضر بیشتر از گاز استفاده کنن واسه تولید برق تا زغال سنگ. ولی خب شرکت هایی که کارخانه برق که با زغال سنگ کار میکنن و اون روش کارشونه، در حال حاضر نمیتونن یه دفعه تغییر بدن. خب شاید وقتی که کارخونهشون خیلی پیر بشه، اول پیر بشه و مجبور بشن بخوان دوباره سازش بکنن، برن به طرف گاز اونام که معمولا چه اینجوریه. ولی فعلا که داره
کار میکنه با زغال سنگ، نمیخوان یه دفعه ببندنش و برن به طرف گاز که خب ضرر مالی قابل ملاحظه میکنن. از طرف شرکت هایی هستن که به اصطلاح بیشتر تو کرکینگ هن که این نفتی که زیر زمین توی این حفره‌هایی که خیلی بسته هستن و ذخیره شده، اینا میتونن کرکش بکنن و اون نفته بچن بیرون از اون سوراخ‌ها و این با شرکت های خرجش زیادتر البته تولید نفت به این شکل، و هر وقت که نفت میره زیر 50 دلار این شرکت ها معمولا شروع میکنن چه هاشون بستن چون سودآور نیست براشون، به ویژه اگه از نظر مالی زیر فشار باشن که هستن معمولا، و بیشترین تاثیرم پایین رفتن نفت روی اینا میذاره، روی این شرکت ها میذاره، و اینا نفتی که در خاورمیانه تولید میشه خیلی ارزون تر در میاد تولیدش تا نفتی که در امریکا به شکل کرکینگ تولید میشه. برای همینه که با این وجود که تولیدش اوپک آورده پایین، ولی با این حال یک ذخیره نفت قابل ملاحظه ای وجود داره که این ذخیره نفت توش کشتی های نفتکش بیشتر در اقیانوس که در حال رفت آمد هستن، و در امریکا هم خب اعلام میشه همیشه، من نمیدونم به طور ماهیانه یا هر دو هفته یه بار اعلام میشه چقدر ذخیره نفت دارن، و هر وقت این ذخیره نفت بالا میره قیمت هر بشکه نفت پایین میاد، پس در حال حاضر پایین بشکه هر بشکه نفت قیمتش و نزدیک 46 دلاره، و همونجور مشاهده میکنید تأثیر گذاشته روی شرکت های نفتی در این لیستی که تعدادی که من دارم. البته بعضیشون مثبت هستن، سبز و مثبت هستن، برفرض یکی از این مثبت ها رو پیدا کنیم من اینجا، بله این برفرض ماراتون اویله که 53 دلار و 67 سنت، البته این سهامش تقریبا من میتونم بگم 3 ماه پیش بود 41 دلار، نزدیک 10 دلار رفته بالا. این شرکتیه که تصفیه میکنه نفت رو و در کار تولید نفت نیست، در حال در کارخونه تصفیه نفته و بیشتر بنزین تولید میکنن و مشتقات دیگه شو، و ظاهرا چون تابستونه و فروش مشتقات نفت به ویژه بنزین خیلی زیاد میشه و مردم چون مسافرت زیاد میکنن در تابستان در امریکا، وضع این شرکت خوبه و ارزش سهامشون پایین نیامده، امروز هم 70 سنت بالا رفته. بله چه شرکت بالا دیگه ای هم هستش برپس، این هم این شرکت هایی هستن یا مستقیمن در کار تولید نفت نیستن ولی خب شدیدن به ارتباط داره به وجود نفت کارشون، در پس این شرکت KMI فقط لوله‌های نفتی داره، نفت از نقطه الف می‌بره خود داره به، و برای این سرویس هایی که میده پول میکنه، یعنی شرکت بزرگی هم هستش که البته سهامش الان 18.86 یه مقدار پایین اومده ولی امروز بالا رفته، امروز مشته میکنیم بیشتر این شرکت هایی که بستیه مصرف مشتقات نفت هستن مثل بنزین ازشون بالا رفته، ولی شرکت هایی که فقط تولید نفت میکنن برفرض مثل همین PXD البته زیاد پایین نرفته، 14 سنت پایین رفته چون دیروز بیشتر 3 دلار پایین رفته بود. اجازه فرمایید یه نگاهی هم بکنیم به سایر شرکت ها، بخش های دیگر صنایع به عنوان نمونه فاینانشال نگاه کنیم، بانک ها که خیلی حس بدی دارن به ویژه در میان سیاسی های ایرانی، برفرض بانک امریکا امروز 48 سنت بالا رفته سهامش،
البته در حاضر یکی از معتبرترین بانک‌ها جی پی مورگانه، این هم مثبته و همجوری مشت میکنه. بیشتر این جی پی مورگان چیسه که خیلی همشون نفت ارزش سهامشون بالا رفته، البته یه تراشون هم پایین میاد، معمولا همه اینا مشکلاتشون متفاوته با هم دیگه. رفت این شرکت ویزاست که ویزایی که کارتای اعتباری صادر میکنن، ویزا که معروف ترینشه، ارزش پایین اومده از 38 سنت. اجازه فرمایید یه بخش دیگه رو نگاه بکنیم. شرکت های تکنولوژی که به طور کلی همیشه قیمتشون میره بالا، مثل آمازون که الان 1009 دلار سهامش، و مثل گوگل پایین اومده، ولی آمازون هم خیلی اندکی پایین اومده، ولی اینا در مجموع بالا میرن. فیسبوک خب امروز مثبته، مایکروسافت، نتفلیکس، اینا کمپانیایی هستن که شرکتایی هستن که در دو سه سال گذشته هر کی خریده سهامشو برده، یعنی اشتباه نمیشه، ظاهرا هیچ امکانی نداره که به بازی توش، ولی خب تجربه این بوده تا به حال. و اینا بالای 1000 دلار رفتن. معمولا پیش از این معمولا شرکت‌ها وقتی اینقدر عدد سهامشون بالا میرفت تقسیم میکردن، تعداد سهام در واقع هر یک سهام تقریبا 10 سهام میشد و باعث میشد که ارزون بشه و مردم بیشتر بتونن بخرن، ولی خب تجربه بر این در حال این کار نمی کنن. خیلی از شرکت ها بله این علت که میگن هرچی ارزش سهامی شرکت پایین باشه، ارزون تر باشه، بیشتر معامله میشه، و شرکت های صنعتی هم علاقمند نیستن سهامشون زیاد معامله بشه، علاقمند که کسی سهام میخره نگرش داره، چون هرچی بیشتر معامله بشه احتمال این که پایین رفتنش هم وجود داره یا خیلی متغیر میشه قیمتش، ولی خب گرونه کمتر معامله میشه، باعث میشه که خیلی ثابت تر بمونه قیمتش، و به خاطر همینه طرز فکر عوض شده در حال حاضر و قیمت سهام ها رو بالا نگر میدارن معمولا. درسته این شرکت های تکنولوژی هستن. البته توییتر یکی از اون شرکت های تکنولوژیه که موفق نشده، البته امروز 4 سنت بالا رفته، ولی خب سهامش 17 دلاره، البته بالا بود تا 80 دلار هم من یادم میاد که بالا رفت این سهام توییتر، ولی موفق نشده مانیتایزش بکنه، یعنی پول از توش در بیاره از این شرکت، از توییتر پول خوبی نمیسازه، البته میسازه پول، ولی مثل فیسبوک نیستش، به خاطر همین هم سهامش ارزونه در حال حاضر، یه 17 دلار خیلی ارزون شده نسبت به اون انتظاری که ازش میرفت و در حدود 80 دلار بوده قبلا. البته شرکت دیگه هم اسنپ‌چته که خب جوان ها خیلی دوست دارن این شرکت و این اپایی که داره ازش استفاده میکنن، ولی امروز 46 سنت پایین رفته و زیر 20 دلاره، تقریبا نزدیک همون قیمتیه که بازار سهام وارد شده، یکی از اون شرکت هایی که امسال وارد بازار سهام شد و پیش از اون فقط بخش خصوصی سهامش به اصطلاح خرجش میداد و سرمایه گذاری میکرد توش، تا اینکه در حال حاضر مردم توش سرمایه گذاری کردن. وقتی در اختیار مردم گذاشته میشه و مردم سهامش میخرن، مردم هم که دارن سرمایه گذاری میکنن توی شرکت. مثلا شرکت دیگه که خیلی قابل اهمیت، شرکت تسلاست که اتومبیل‌های برقی میسازه، و همونجور که مشاهده میکنی این شرکت الان قیمت سهامش رسیده به 366.40
و اگه نگاه بکنیم به 52 هفته، در سال گذشته پایین ترین قیمتش 178 بوده و خب این یه 22 دلار اینجا رفته بالا و 66 دلار 88 دلار در عرض یه سال ارزش سهامش رفته بالا. این خب خیلی افزایش کوبنده ایه و معمولا شرکت ها اینجور نفتش ارزششون بالا نمیره در از یک سال. البته این شرکت تسلا که ماشین های برقی میسازه، ماشیناش لاکچری هستن و ماشین های لاکچری هم خیلی چی میگفتن توی ایران؟ میگفتن اشرافی یا مجلله. در صورت این معمولا آدم های خوب ثروتمند میتونن این ماشین ها رو بخرن و آدم های که دوست دارن نشون بدن ثروتمندن چون خیلی آدم ها نشون میدن ثروتمندن ولی نیستن. البته یه بخشی هم مثلا که اصلا بهشون نمیاد ثروتمند باشن ولی خب ثروتمند هستن. ولی در صورت اتومبیل یه وسیله‌ای که مردم بهش نشون میدن که کلاس دارن یا ثروتمندن یا استایل خیلی ویژه‌ای دارن و این کسایی که ماشین تسلا رو میخرن معمولا از این بخش هستن. بالای 100 هزار دلار قیمت ماشیناش برقیه و البته تکنولوژی خیلی خوبی داره، خیلی پیشرفته از اون باتری‌هایی که کار میکنه گروش میذارن و کارخونه بزرگی هم در نوادا داره میسازه که فقط باتری‌هاشو بسازه. و البته کار دیگه هم که میخواد بکنه اینه که این ایلان ماسک این باتری‌ها رو میخواد به مردم بفروشه، مردم بذارن تو خونه هاشون، هر وقت برق قطع میشه اون باتریه شروع کنه کار کردن و برق خونه رو تامین کنه تا اینکه برق بخواد دوباره بیاد. این ایلان ماسک این کار رو داره میکنه و ایلان ماسک هم خب اون صنعتگریه که شرکت فضایی هم داره که موشک میفرسته و به اصطلاح وسایل که اون ایستگاه فضایی که در هوا هستش در جو بالای جو داری میچرخه وسایلی که اونا احتیاج دارن براشون میبره و فضانوردار هنوز نمیبره بیاره. فضانوردای اون ایستگاه فضایی هنوز توسط روسا میرن بالا و میان پایین چون شاتل های امریکا دیگه همه بازنشسته شدن که قبلا این کار انجام میدادن. پس ایلان ماسک یکی از اون صنعتگرای استثنایی خیلی معروف امریکاست در ردیف جف بیزل امازون و مایکروسافت در مایکروسافت و همینجور فیسبوک. اینا هم آدم هایی هستن که استثنایی هم و اصلا شرکت به نام اونا شناخته میشه. بیزل فرمایید یک بخش دیگه از صنایع ببینیم مثل هلتکیر یا صنایع داروسازی و وسایل پزشکی ساخت و همینجور. البته شرکت های بیمه هم هستن تو این بخش، بیمه های شرکت های بیمه خصوصی، ولی همونجور که مشاهده میکنید در حال حاضر بیشتر این شرکت ها مثبتن. از طرف دیگه ارزش سهام این شرکت همه بالاست، 103 دلار، 228 دلار، 126 دلار هر سهامشونه. برای وسط سهام ها به طور کلی گرونه و اصولا من این بخش سهام شرکت های بهداشتی رو باید دقیقا بدونیم که چی کار میکنن و بهشون اعتماد داشته باشیم و بیشتر که توی تثبیت شده رو بخرید سهامشون رو، چون بعض از این شرکت هایی که تازه دارن یک داروی ویژه‌ای رو تولید میخوام بکنن یا تحقیق دارن میکنن درش، خیلی به سادگی سهامشون از برفرض 400 دلار میرسه یا خیلی 100 دلار یا از 100 دلار میرسه به 10 دلار. اینه که خیلی باید محتاط باشه هر کسی میخواد وارد این بخش از بازار سهام بشه. و البته میتونی شرکت های تثبیت شده رو بخرم مثل فایزر و غیره. خب
در صورت بخشی که باید مراقب باشین، هم میتونین پول خیلی زیادی بسازین هم ریسکش زیاده در این بخش. اجازه فرمایید ما برگردیم به مطالب پیشینمون. البته اتفاق دیگه‌ای که در هفته گذشته افتاد جدالیه که بین قطر و بقیه کشورهای خلیج فارس پیش اومده، عربستان سعودی و امارات عربی با قطر اشکال پیدا کردن. البته قطر کشوری که متهمه که به آیسیس یا داعش کمک مالی میکنه، به داعش در لیبی هم کمک مالی کرده و همینجور رابطه خیلی خوبی با طالبان افغانستان داره و بیشتر مقامات طالبان میرن در اونجا، در امنیت زندگی میکنن و دفتر دارن در قطر. البته قطر همینطور با ایران رابطهش خوبه. این نشون میده که اصولا قطر هیچ موضع سیاسی مشخصی نداره، در تمام جا هستش ولی بیشتر با افراطی‌های اسلامی همکاری میکنه. البته در حال حاضر همونچه دیروز گزارش شد، ما شاهد حمله داعش به مجلس اسلامی و مقبره خمینی بودیم. البته مقامات ایرانی رو نسبت میدن به امریکا و عربستان و خب حرف مزخرفی میزنن، طبق معمول مردم رو دارن فریب میدن. این یک عامل بسیار داعش بوده و داعش هم حمایتش بیشتر توسط قطره و یکی از علتهایی که عربستان سعودی و بقیه کشورهای خلیج فارس قطع رابطه کردن باش، اتفاق خیلی مهمی بود دیروز افتاده، این بود که حاضر نبوده با همکاریاشو با داعش قطع بکنه یا حاضر نبوده همکاریاشو با طالبان قطع بکنه و یا ارتون مشکل دیگه که باش دارن اینه که چرا رابطه خوبی با این جمهوری اسلامی داره. افتی تناقضاتی در اینجا وجود داره ولی خب ظاهرا قطر که کشور کوچیکه به جمعیت خیلی کمی هم داره، اصلی خوبش هم همون خبرگزاری که داره و با اون تبلیغات خوش انجام میده. ولی در اصل جمهوری اسلامی داعش داره میچسبونه به عربستان سعودی و امریکا، در صورتی که ما میدونیم که امریکا بیشترین پول داره خرج میکنه تا داعش شکست بده در موساد و در سوریه و هیچ حرف کاملا درستی نیست. ولی خب جمهوری اسلامی اون براش مهم نیستش که چه چیز برایش اتفاق بیفته، هرچی بیفته زیر سر امریکاست، چون یه رژیمی ضد امریکایی و دشمن، بزرگترین دشمنش امریکا میبینه. البته به درستیه، به درستی میبینه که دشمنشه، بزرگترین دشمنشه، ولی یه اتهاماتی هم بهش میزنه مثل این که داعش که حمله کرده مجلس اسلامی نسبت میده به امریکا و عربستان سعودی که در هر دوشون موضع خیلی قاطعی دارن جلوی داعش. در صورت این حمله ای که شده به مقبره خمینی و مجلس اسلامی یک واقعه مهمیه و نشون میده که چقدر تونستن نفوذ بکنن داعشی ها در ایران که بتونن چنین کاری رو انجام بدن. البته به هیچ وجه این برای مردم ایران خوب نیست، البته برای جمهوری اسلامی هم خوب نیست، ولی در اصل واقعیتی هستش که پیش اومده و ما
و ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. در صورت قطر در این میان با مشکلات زیادی روبرو شده که اون مطرود شدنش توسط همسایه های عربش به خاطر سیاست های داعشی که در پیش گرفته بوده. در صورت ظاهرن این بحران ادامه پیدا خواهد کرد و ببینیم به کجا میکشه. البته طبق معمول ال تایمز همیشه من گزارش میده از مسلمان های مکزیکی هایی که مسلمان شدن و اتفاق مهمی که افتاده و اخیراً یک مقاله در صفحه اول لس آنجلس تایمز بازم پست شده شاب شده اینه که کس مسلمان که روزه گرفتن در لس آنجلس افطار کردن با تاکو. تاکو هم یه غذای مکزیکیه و این خب خیلی خبر مهمیه. من فکر میکنم که باید بیاد به صفحه اول لس آنجلس تایمز و در اونجا درباره‌اش صحبت بشه. البته این در چند روز پیش برای این اول مال دوشنبه گذشته است در صفحه اول لس آنجلس تایمز و که افطار با تاکو کردیم به جای آب گوشت و غیره. بله از فرمایید همینجور در این یک خبر نسبتا قابل ملاحظه ایه. من فکر میکنم در همین صفحه هستش اینه که معمولا وقتی کسی جریمه رانندگی میشد در لس آنجلس در امریکا به ویژه در کالیفرنیا، خب من صحبت اشاره من هستش، ممکن بود به زندان بیفته اگه جریمه‌ش نده. ولی خب قاضیای امریکا دارن برنامه پیش می‌ریزن که اگه کسی جریمه‌ش نداد اینو جناییش نکنن و اینو یک خلاف مدنیش بکنن که مردم نیفتن به زندان. البته این جریمه‌های رانندگی در لس آنجلس خیلی زیاده، گرونه. برفت چرا قرمز رد کنیم 500 دلار جریمه شه، یک بحث خیلی قابل ملاحظه‌ای در اون موضوع وجود داشته که خیلی نمیتونن جریمه ها رو بدن و بعد در جریمه ها 100% بالا میره. شما مشاهده میکنید که یه جریمه 500 دلار میشه 2000 دلار و خب طرف نمیتونه بده و کاری که تا معمولا میکنه اداره راهنمایی رانندگی تصدیقشون میگیره و به همین آدم یه دهی زیادی هستن بدون تحصیل دارن رانندگی میکنن و این یک نکته جالبیه که در اینجا اتفاق میفته. البته در امریکا بیشتر تاکید رو آدمایی که نمیتونن بدن، فقیرن، ولی اون چیزی که من شنفتم در اروپا دنبال پایانه پولدار میرن و معمولا یه پولداری مثلا در سوئد من به جایی خوندم که در اروپا مثلا 20,000 دلار برفت جریمش کرد. دقیق رقم دقیقش رو من خاطر ندارم. ولی خب این تفاوت این دوتا برخورد هست که در اروپا برفت دنبال پول داره هستن به اینجور جریم ازشون میگیرن، خب ولی در امریکا بیشتر آدم های فقیر نصیبشون میشن. اجازه بدیم برای آخرین بار یه نگاهی بکنیم به بازار سهام و نزدیک ساعت 10 و این یک ساعت هم به صورت گذشت. همجوری مشاهده فرمایید این تغییر قابل ملاحظه‌ای در ببینید چه اتفاق افتاده در این یک ساعت گذشته. من یه آپدیتش بکنم. بله داو جونز الان 62.26 بالا رفته و نزدک 14.29 بالا رفته و S&P 500 هم 3.43 بالا رفته. این به ما نشون میده که هیچ این بحث قابل ملاحظه‌ای در شهادت کومی رئیس پیشین FBI نبوده، هیچ اتهام قابل ملاحظه به دولت ترامپ زده نشده. برای همین هم است که ما می‌بینیم که بازار سهام بالا رفته.
یعنی تشنج سیاسی وجود نخواهد داشت تا به حال و ما مشاهده تأثیری گذاشته تو بازار سهام بلافاصله، چون بالا رفته. به احتمالا من نمیدونم که شهادتش تموم شده یا نشده، ولی احتمالا تموم شده و حرف زیاد حرفی نزده که به اصطلاح ترامپ و یا اطرافیانش رو متهم بکنه. برای همین ما میبینیم که بلافاصله تأثیر گذاشته روی بازار سهام و از به خاطر به این 32 دلار بالا رفته بود داو جونز، ولی الان 62 دلار بالا رفته. و همینجورم وقت اندک که من دارم اینه اکسپندش میکنم، همینجوری مشته میکنیم منحنیشو به شدت از ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن یا ایست امریکا این یه دفعه بالا رفته میریم منحنی رو در ساعت 10 و بر وقت من تموم شده. من امیدوارم این برنامه قابل استفاده بوده باشه برای شنوندگان و بینندگان گرامی. تا هفته آینده بدرود. اما امیدوارم که بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوشی در پیش داشته باشن. جناب بهبهانی بدرود.